توی این قسمت از آموزش خواهید آموخت که چطور میشه به ویدیوهامون لکنت بدیم. لکنت مگه میشه؟ آره میشه، خیلی باحاله. و همینطور تغییر جابجایی دوربین رو انجام بدیم به صورتی خیلی نرم و لحظه‌ای انجام بشه بدون اینکه به تبع افکت نیاز داشته باشیم. پس بزن بریم. از ویدیوهای پیج تیک آف شو استفاده میکنم برای آموزش، به این علت که تدوین ویدیوهای این پیج با منه و ازشون این اجازه گرفتم که از این ویدیوها در جهت آموزش استفاده بکنم. خب بزن بریم. برای شروع من فورد ماستنگ رو انتخاب کردم و یه حد فاصله توی این ویدیو رو انتخاب کردم. لحظه شروع حرکت درون رو انتخاب کردم تا زمانی که این دوربین 180 درجه تقریبا 180 درجه به دور ماشین چرخیده، جلوی فیس ماشین، و با زدن دکمه آی و دکمه او این حد فاصله من انتخاب کردم و با درگ اند دراپ این فایل من اون رو به پایین میارم که بتونیم تغییرات روش اعمال بکنیم. چون این دوربین با 30 فریم بر ثانیه فیلم برداری کرده، من به مقدار 30 فریم جلو میام که بتونم یک ثانیه از این فیلم رو با زدن دکمه C کات بکنم و مقدار این تایم لاینم رو جلو میبرم تا زمانی که فکر میکنم دوربین به حد نصاب جابجا شده و دوباره یک کاتی ایجاد میکنم. با زدن دکمه R روی کیبورد من سرعت اون رو به شدت بالا میبرم. دقت میکنید میبینید که ما از هیچ افکتی استفاده نمیکنیم و به صورت دستی داریم این کارو میکنیم، کماکان که کارمون مقداری حرفه‌ای تر به نظر میرسه. و با دکمه V فایلم رو میگیرم و به انتها میچسبونم. این برای جابجا کردن قسمت، بذارید میوتش بکنم. این برای جابجا کردن دوربین به صورت لحظه‌ای هست که شما مشاهده میکنید. میبینید که بسیار زیبا دوربین لحظه‌ای جابجا میشه. اگه بخوایم لکنت بهش بدیم، ما این فایل رو باید کپی پیستش کنیم با زدن دکمه کنترل C و کنترل V. چند دفعه این کار رو بکنیم برای ما کپی میگیره که میبینید این کار که در حال لگ زدنه، یا یه جورایی میشه گفت گلیچ میشه، ولی گلیچ که بدون افکت انجام میشه، به صورت دستی این کار میکنیم. بریم برای یک ویدیو دیگه که بهتر متوجه بشین. در اینجا این فوتیج رو انتخاب میکنم که خیلی فوتیج جالب و جذابیه. من قبلا توی ویدیو قبلی آموزش دادم که چطور میتونید فایلتون رو کات کنید، نسب کنید و بتونید بهش افکت بدید که تغییر جابجایی دوربین به صورت کاملا روون انجام بشه. من اینو نستش میکنم و تب افکت میرم و قسمت پریست. طریقه اضافه کردن پریست هم آموزش داده شده قبلا. اسلایس رو انتخاب میکنم. اسلایس، اینو از اسلایس. خب میبینید که ویدیو تغییر میکنم. خب بذارید یه افکت هم خودم به صورت دستی به این کار بدم. اینجا من اینو میکنم 150 کافیه و در اینجا به حالت اول برمیگردم. ببینیم که به چه شکل میشه. میبینید که حالت سه‌بعدی میشه این ویدیو. خب من در اینجا یک کاتی ایجاد میکنم و مقداری که دوربین رفت جلو بازم یک کات دیگه ایجاد میکنم. زدن دکمه R من اونو تا 3 فریم سرعتشو تغییر میدم. ببینیم چی شد. میبینید که به صورت لحظه‌ای دوربین جاشو عوض میکنه که واقعا فوق‌العاده است. حالا برای اینکه این سیستم کاملا واضح بشه، بذارید اول لکنت رو توش ایجاد بکنیم. اجازه بدید ببینیم که به چه شکل میشه این اصلا. میبینید که یک گلیچی ایجاد میشه که خیلی باحاله. برای اینکه بهتر متوجه این قضیه بشیم، من هوندا S2000 رو برداشتم برای انجام این کار. فایل رو دراپ کنم اینجا. لحظه حرکت دوربین از اینجاست و من میخوام که یک زاویه زیادی رو گردش کرده باشه تا
دکمه آر مجددن و من این رو تا 5 الی 6 فریم، به خاطر اینکه مقدار زیادی دوربین چرخیده. ببینیم به چه شکل میشه. میبینید که دوربین دور ماشین میچرخ. بذارید چکش بکنیم. نه خیلی خیلی سریه. فکر میکنم این بهتر باشه. عالی، این افکت فوق العاده است توی انجام کارمون. برای اینکه کار بهتری داشته باشیم از افکت هایی که قبلا آموزش دادیم اضافه میکنیم. ببینیم که به چه شکلی. دکمه شیفت راست کلیک، کنترل کی، شیفت چپ، کنترل کی، نستشون میکنیم و توی تب افکت تو پریست اسلایس رو انتخاب میکنیم و میبینیم که چطور میشه. ببخشید من باید این رو رندر بکنم. قبلش دکمه آی روی کیبورد رو بزنید و دکمه او یه حد فاصله انتخاب کنید. توی تب سیکونس رندر این تو اوت رو انتخاب کنید. سب کنید که این پروسه انجام بشه. یه چند لحظه طول میکشه. این پریویو هست در واقع، یعنی یک رندری که به شما کمک میکنه بدون اینکه کیفیت فیلمتون بیاد پایین ویدیو رو بررسی کنید. نه آموزش این هفته بود، امیدوارم که استفاده کرده باشین. یه نکته این که من ادوبی پریمیر رو آموزش نمیدم. این نکاتی است که کسانی که ادوبی پریمیر بلدن میتونن ازش استفاده بکنن، چون ویدیو آموزشی توی یوتیوب خیلی زیاده و شما میتونید بگردید و پیدا کنید. چکرم، فعلا.